یعنی در تاریخ سال 94 25 دی 94 برای ایشون صادر میکنم. ایشون رو از اعضایی که همراهی کرده با فتنه‌گران، اعضایی که در جلسات مشاورت داده به سران فتنه مثل آقای ظفرقندی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی داشته. و جالبتر این که شما بدانید فردی که همچین سابقی داشته بر اساس گزارش رسمی حکم بازداشت و جلب او هم صادر میشه که به مساله اجرا نشده. من سوالم اینه چه مصلحتی بالاتر از امنیت کشور باید داشته باشیم و باید دستگاه امنیتی در اون روز جواب بدن چرا این حکم جلب صادر شده و اجرا نشده؟ کسی که در زمانی که وزارت اطلاعات این کشور اعلام میکنه میگه آقا این فرد حتی به عنوان کارشناس فرهنگی به تلویزیون این کشور دعوتش نکنید، این آدم از عناصر فعال در ماجرای سال 88 و فتنه است. امروز ما میخوایم این فرد رو بهش رأی بدیم بشه وزیر مملکت، صبح تا شب باید بره تلویزیون. خب کسی که یه روز در حد کارشناس فرهنگی تو این کشور از وزارت اطلاعات این کشور گفتن حق نداره بره تلویزیون، حق نداره فعالیت بکنه، یا سوابقی که ایشون در حوزه‌های مالی تشریفاتی و سوابقی که افرادی که در همین جلسه حاضرن و شاهدن و شهادت خواهند داد اگر آقای صالح امیری بخوان اینها رو تکذیب بکنن، در زمانی که دفعه قبل ایشون برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شدن ایشون از دو کانال به همکارانی اعلام کرده بود که آقا شما یا رأی اعتماد باید بگیرید به ما رأی بدید کمک ما بکنید، بعد به اون فرد گفته بود که آقا اگر کمک ما نکنی خلاصه حوادث و صنایع هم پیش میاد، اینم حواست باشه. یعنی این خیلی عجیبه، فرد در جلسه حاضر امروز هم نماینده مجلسه، میتواند اگر کسی تکذیب کرد بیاد شهادت بده.